سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که برای فال 11 آذر در خدمت شما هستم. پنجشنبه 11 آذر دوستان، بریم با هم دیگه ببینیم چه خبر است، چه چیزی در زندگانی ما میگذرد. ولی قبل از هر چیزی دوستان، مثل هر شب خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان. تشکر من رو بپذیرین برای اینکه عضو این کانال شدین، برای لایکاتون، برای کامنتاتون دوستان و حمایتی از این کانال میکنین. شما میدونین که با لایکاتون، با عضو شدن به این کانال، به زنده ماندن این کانال کمک میکنین. من سپاسگزار شما هستم. خب بریم ببینیم چه خبر است در زندگی ما. امیدوارم اولین کارت که میفته منو به خنده نیاره. خب دوستان، این دفعه خنده خوشحالیه، خنده عصبی نیست. کارت زیبای دوی آب، دو تا ماهی هستن که دارن با هم دیگه ببینی شنا میکنن. توازنی داره وارد زندگی ما میشه دوستان. کارتی ازش که کائنات این انرژی دارن به سمت ما میفرستن. برای یک سری از شما زوجی هستش متوازن، متعادل، اون زوجی که دوست دارین داشته باشین، زوجی که وجود داره، داره بهتر و بهتر میشه. یا اینکه اگر وجود نداره، داره به وجود میاد. اگر که من خودم تعادلی از سلب شده دارم، این تعادل رو به دست میارم. اگر که منتظر قراردادی هستم، به این تفاهم خواهم رسید، به این قرارداد خواهم رسید. بسیار زیبا دوستان، خیلی خیلی قشنگ، خیلی خوشم اومد. خب بریم ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. کارت بعدی، واو دوستان، یه وقتایی هست جکپوته، در دنیا داره رومون باز میشه. این کارت، کارت کائنات، معادل کارت کائنات در تاروت هست و اینکه موفقیت، در دنیا باز شدن. من به آخر یک دوره دارم میرسم، دوره‌ای داره کامل میشه، تمام میشه. من وارد یک مرحله جدیدی از زندگیم دارم میشم، به اون چیزی که دارم میخوام میرسم. از هر نظری دور و بر من پر از آدم هست. من در روابطم بسیار خوب و خوش و خرم هستم. بسیار کارت خوب و زیبایی هست، کارت موفقیت. در دنیا روتون بازه، حالمون خوبه، بسیار خوب. ببینیم کارت های دیگه چی میگن. کارت آرامش دوستان، ببینین، هیچ چیزی ندارم ولی آرامش دارم. یعنی که همه چیز با هم دیگه داره سراغم میاد، در دنیا داره روم باز میشه. قرارداد، زوج، آرامش، آسایش، توازن، تعادل و اینکه باز هم آرامش داره وارد زندگی میشه. حال من داره خوب میشه، بسیار زیبا، بسیار خوب. و اینکه ببینم کارت بعدی چی بهمون میگه. کارتا میتونم امشب حرف بزنم، من آرومشون کنم که ببینید. عزیزانی هستن که ممکنه که دوره سختی رو پشت سر گذاشتن، افسردگی رو پشت سر گذاشتن، خرابی در زندگیشون به وجود اومده باشه، همه اینها رو پشت سر گذاشتن و الان من به این حالت خوب دارم میرسم. پس انرژی که کائنات داره به سمت سوی شما داره میرسه، میفرسته دوستان، داره میگه که شما با یک سری از چیزها دارین قطع میکنین، دارین به آرامش میرسین، به توازن و تعادل و به این موفقیت دارین دست پیدا میکنین دوستان. و اون هم به خاطر اراده خودتون هست، هوش و استعداد خودتون پشت کارت ها افتاده بود. حالا بریم ببینیم که کارت میسه که امشب میخوام خیلی باهاتون حرف بزنم. ببینیم چه خبر است در به صورت جزئی برای فردا. انرژی که با ما در سر ما، در زندگی احساسی، زندگی کاری، زندگی مالی،
چیزی که کمکمون میکنه و به چه سمت و سوی خواهیم رفت. ببینیم چه خبر است دوستان. اولین کارتی که در ذهن ما چه میگذرد دوستان؟ ببینید کارتی هستش که آقای خوش اخلاقی هستش، آقای خوش تیپی هست ولی خوش اخلاق، حالا من یه شک دارم، آقایی هستش که نشسته داره تجزیه تحلیل میکنه. پس ما در ذهنمون مقداری بسته هستیم، ممکنه که دارم با خودم حلاجی میکنم که من مکالمم رو با کی قطع کنم، چجوری رفتار کنم، منطقی هستم، میخوام مسائل اونجوری که هستن حقیقی هستن ببینم، و اینکه حتی ممکنه که طرف دوم قضیه این باشه که من با شخصی مشکل مکالمه دارم، شخصی مکالمه روی من قطع کرده، شخصی با من خشک هستش و این ذهن منو درگیر کرده. از طرف دیگه این شخص میتونم خودم باشم، خودم میخوام مسائل اونجوری که باید منطقی برخورد کنم نه احساسی باشم، باید تصمیمی بگیرم، باید حقایقی رو من بدونم، بنابراین من سعی میکنم از احساساتم فاصله بگیرم. ببین در مورد مسائل احساسی چی میگه دوستان؟ در مورد مسائل احساسی، واو بسیار زیبا دوستان، امشب جکپات، بریم کازینو بازی کنیم یا لوتو بریم بازی کنیم. در مورد مسائل احساسی برای یک سری از شماها دوستان یک شروعی آتشین با انگیزه افتاده. ممکنه که شروعی باشه، حالا انگیزه گرفتین در مورد مسائل احساسیتون که شروعی داشته باشین با شخصی که قبلا بودین یا در همین رابطه که هستین یک شروع بهتری داشته باشین، و یا برای یک سری از شما دوستان ممکنه که به سمت و سوی شخصی گرایش داشته باشین. به هر حال زندگی آتش، زندگی احساسی شما نگاه کنین چه آتشی در سر دارین. بسیار زیبا، شروعی با هیجان، شروعی با انگیزه، کاری رو میخوام شروع کنم، مسئله رو شاید باز بار دوم دارم بهش دست میزنم و فکر من رو در نه که درگیر کردم، اشتیاقی در من به وجود آورده و هم مقام من این هستش که این مسئله رو بهش دست بزنم. ببینم در مورد مسئله کاریتون چی بمونه. در مورد مسئله کاریتون هم که اوضاع خوبه، شما توی کارتون شخصی هستین که صادق هستین، خوب هستش. اوزو ببینید، ممکنه عزیزانی باشن که سر کارشون یه دستگلی بهشون برسه، اون یه شخصی اون دور و برا بهشون چشمی داشته باشه، ولی خب به هر حال از نظر کاری همه چیز اوزا رو به راه صداقت هستش، مسائل اونجوری که من دلم میخواد خوب و دوستانه هستن. ببینیم در مورد مسائل مالی دوستان، در مورد مسائل مالی هم ببینید، اصلا امشب برای شما جکپات. حالا ببینیم دو تا کارتی که برامون مونده دوستان، احیا شدن هستش از نظر مالی. اینقدر که من دعا کردم بالاخره داره استجاب پیدا میکنه در مورد مسائل مالی. تغییر تحولی بزرگ، اگر که من منتظر خبری هستم داره به گوشم میرسه. ببین دوستان، پس این چی هستش؟ این تصمیم گیری، تغییر و تحول، احیا شدن، به حاجتم رسیدن. بسیار زیبا. حالا ببینیم که چه چیزی کمکمون میکنه. بله دوستان، چیزی که کمکمون میکنه این هستش که ما بار سنگینی داشتیم، عزیزانی بودن که حالشون بد بوده. ببینید دارم بارم رو میذارم زمین، دیگه خودم نمیکشم. ببینید یه خره، یه گاوی کنارم هستش، اونا رو میندازم روش. بله وقت یک زمانی هست توی زندگی دوستان، وقتی که ما یک بار بسیار سنگینی داریم، اگر که اون بار رو زمین نذاریم کار ما به تنگ را میکشه. پس بهتره این هستش که شما تصمیم گرفتین از این حالت بدی که دارین در بیاین، از این افسردگی که دارین در بیاین، از این حالت که کمر من شکسته و همه چیز رو منفی ببینین در بیاین. به آخر یک مرحله رایی میرسید، مرحله که سنگین و سخت بوده براتون، از یک دوره سیاهی دارین خارج میشین دوستان. و به چه سمت و سوی دارین میرین؟ بهتون میگم امشب جکپات. چرخ اقبال عزیزان، چرخ اقبال براتون افتاده، سرنوشت داره وارد صحنه میشه، شانس، سورپرایز های بسیار خوب دوستان. پس ممکنه برای شما یک سری از شما عزیزان مسائل خیلی خوبی داره به وجود میاد و اینکه یک سری هاشون سرنوشت در کار هست. برای چی؟ برای که عزیزانی هستن که من دارم متوجه میشم که خودشون رو دارن رها میکنن. اصلا همین که من کلمه خودم رو رها میکنم، شما بگین مسائل خود به خود داره وارد صحنه میشن. سورپرایز های پس بسیار خوبی داره سراغتون میاد. دوره از زندگیتون داره تمام میشه دوستان.
عزیزانی هستین که معتقد هستین و نگاه کنیم پشت این کارت ها بسیار زیبا کارت امپراتریس افتاده که حرف از اعتماد به نفس، زیبایی، جذبه ما میزنه. خب دوستان، پس من قبل از که برم سراغ کارت های احساسی به یه توضیح در مورد فال امشبتون بهتون بدم. پس انرژی که کائنات داره برای شما میفرسته، به سمت شما میفرسته، انرژی تعادل، توازن هستش. در مورد مسائل احساسی ممکنه که زوجی متوازن، متعادل به وجود بیاد، زوجی که وجود داره یا وجود خواهد داشت. در مورد مسائل کاری قراردادی هستش که به وجود خواهد آمد. در مورد مسائل مالی تعادلی که ممکنه در زندگی ما به وجود بیاد. از نظر این ما رو به کدوم سمت داریم بره، ما موفقیت داریم، درخشش داریم، میدرخشیم، در دنیا رومون باز هستش و اینکه کائنات هم دارن کمکمون میکنن و آرامشمون رو داریم به دست میاریم بعد از یک زمانی که در زندگی ما خرابی هایی وجود داشته، شکست هایی وجود داشته، با یک قسمتی از زندگیمون که داغون بوده، اوراق بوده، اونو میندازیم بیرون. در سر من چه میگذرد؟ یا یک آقایی هستش که با من، حتما آقا نه، انرژی مذکری هستش که من با اون مکالمه ندارم، سرد هستش، فاصله گذاشته، یا اینکه خودم دارم فکر میکنم، مسائل دارم منطقی بررسی میکنم تا اینکه ضربه بیشتر از این نخورم، باید تصمیم بگیرم، پس باید حقیقت رو ببینم. در مورد مسائل احساسیتون دوستان، شروعی دوباره براتون افتاده، شور و اشتیاق افتاده. دوستان مسائل احساسی وقتی که من اینجا دارم بهتون میگم، تنها مسائل عشقی نیستش، مسائل احساسی و هیجانی شما، شور و شوق در زندگی شما داره به وجود میاد، مسئله‌ای که تمام وجود شما رو داره روشن میکنه. دوستان در مورد مسائل کاری، عزیزانی که کار میکنن براشون کارشون بسیار خوب، اون محیطی هستش برای من دوستانه و صمیمی، همه چیز رو به راه بر شما در مورد مسائل کاریتون. در مورد مسائل مالیتون دوستان، احیا شدن برای شما افتاده، به حاجتتون دارین میرسین، تغییر و تحول بزرگ افتاده براتون. اگر منتظر تصمیمی هست، این تصمیم خواهد گرفته شد به نفع شما، و اینکه اگر که منتظر خبری هستین، خبری به گوش شما داره میرسه. و همچنین دوستان، شما عزیزانی هستین که دوره سخت و تاریکی از زندگیتون رو دارین چیکار میکنین، پشت سر میزنین، بار سنگینتون رو دارین زمین میزنین و چرخ اقبال داره سراغتون میاد. چرخ اقبال، سورپرایز های خیلی خوب و اینکه سرنوشت وارد صحنه داره میشه، شما رو از یک دوره به دوره دیگه داره میبره. بسیار زیبا دوستان، خیلی خوب. خب ببینیم که کارت های دیگه احساسی بهمون چی میگن. خب ما دوره ویدیو بهمون چی میگه در مورد مسائل. دو تا کارت براتون افتاد. بهتون میگه که به پرچم‌های قرمز توجه کنید. پرچم‌های قرمز منظورش حد و لیمیت خودمون هستش. پامونو از گلیممون اون ورتر نذاریم. اگر شخصی نمیخواد با ما صحبت کنه، الکی ننیم، اذیتش کنیم، این ور اون ور نریم فریاد بکشیم. به هر حال هر کسی میدونه که پرچم‌های قرمز چی هستن. و اینکه در مورد مسائل، بازم کارت دوم میگه که به رابطه احساسیتون شانس دوباره بدیم. پس عزیزانی هستن، همونجور که اینجا گفتم، ممکنه که با شخص احساسی که توی زندگیشون وجود داشته برگشتی براشون باشه. خب بریم ببینیم که خانم ها در مورد آقایون چی میگن دوستان. خانمی هستش که میگه که میدونم که خودم رو دارم قربانی میکنم، ولی من هستم که این مسئله رو دارم انتخاب میکنم و دوست دارم اینجوری ببینم. شخصی هستش که پاش جای گیر هستش و به خاطر اینکه پاش جای گیر هستش نمیتونه اونقدر آزادی عمل داشته باشه و داره رابطه احساسیش رو فدا میکنه. خب خانمی هستش که میگه که حالا این میتونه خانم ها باشن دوستان، و یا اینکه میتونه قسمت مؤنثی، قطب مؤنثی هر کدوم از ما باشه، همون یین یانگ. خانمی هستش که میگه که من
یه تصویری از آیندهمون رو داشتم و اینکه من میدونم اون چیزی رو که دیدم اتفاق خواهد افتاد. ببینید، خانمی هستش که مطمئن هستش که شخص احساسیش همونی هستش که داره فکر میکنه. خانمی هستش که میگه که من به سمت تو دارم میام و اینکه من زندگیم رو دستم گرفتم و دارم عمل میکنم. بسیار خوب، عالی. خانمی هستش فعال و اینکه میگه که من خودم رو به خودم انگیزه میدم، من فعال هستم و پروژه هام رو اونجوری که باید دارم جلو میبرم. و بسیار خوب، خانم ها حالشون داره بهتر میشه. نه که حالمون بد بوده، حالمون داره بهتر میشه. خب حالا بریم ببینیم آقایون چی میگن. آقایون یک، آقایون که قربونشون بشم همشون گوگلی موگولی هنها. سه تا، حالا من فقط یک بار تر رو دیدم، چهار. خب امشه خبر است. آقای هستش معنوی. من به معنویت روی آوردم، توجه میکنم و اینکه من خودم رو به کائنات وصل کردم. بسیار خوب، ما فقط منتظر این هستیم که شما اینجوری بشین. آقایی هست جذب شده با دوستان. من به سمت تو خیلی جذب شدم. من میخوام با تو باشم. خب بسیار زیبا. آقایی هستش هدفمند و اینکه میگه که من میخوام از اون حتی هدفی که گذاشتم برای خودم جلوتر برم و اینکه من میخوام تو رو تحت تاثیر قرار بدم و من به خودم اعتماد دارم. بسیار خوب، آقایون که گوگلی موگلی بودن دارن ادامه میدن. حالا چششون کردم دوستان. آقایی هست خودخواه. من فقط میخوام به خودم فکر کنم. اینجوری بد هستش، ولی اینجوری من اینجوری ترجیح میدم. خب پس آقایون داریم میبینیم، خانم ها آقایون داریم کم کم متعادل میشین. اینجا ما یکی کارت مشکی داریم، اینجا یکی کارت مشکی داریم. آقایون به هر حال من دارم میرم این چند وقت به شخص احساسشون خیلی دارم فکر میکنم، در حالی که خانم ها تازه این چند روزا از اون حالت عصبانیت دارن در میان، دارن به فکر پروژهاشون هستن، بودن و هستن و نمیدونم و اینکه به فکر تعهد هستن و دارن چیکار میکنن، مقداری از عصبانیتشون داره میخوابه. خب ببینیم که شخص عزیزانی که در جدایی به سر میبرن، پیامی که شخص احساسی شما، دوستان خوب به شخص احساسیتون فکر کنید، پیامی که شخص احساسی شما برای شما داره چی هستش؟ عزیزانی که در جدایی به سر میبرن، چهار تا کارت افتاد، بهتون میگه که حرف دلت رو به همه نزن، یاد بگیر بهتر به حرفا گوش بدی. عشق احتیاج به این که کامل باشه نداره، فقط باید حقیقی و واقعی باشه. اگر جواب پاسخی نگرفتی از من، پاسخ نگرفتن خودش پاسخ هست. خب هر کسی ببینه کدوم یکی باشه حرف میزنه دوستان. خب دوستان، قبل از اینکه این فالو تمام کنیم، من میرم سراغ کارت های عزیزان از دست رفته. امشب سالگرد فوت مادر عزیزم هست که جوان مرگ شد متاسفانه، و اینکه ببینیم چی بهمون میگه. میگه که کارتی برای عزیزان از دست رفته، میخواستم که تو از خودت محافظت کنی و اینکه چند لحظه توقف کن. تو انسان بسیار مهمی هستی و شگفت انگیز. من برای من دردآور هست که تو رو اینجوری ببینم. اگر من به تو این حرفو میزنم، برای اینکه دوستت دارم. خب دوستانی که این کارت باشون حرف میزنه، عزیزانی که ممکنه که شخصی رو تازه از دست داده باشن و اینکه بسیار حالشون بد هست، احساس همدردی من رو بپذیرین.
و اینکه روح همه عزیزان در آرامش به سر ببره. امیدوارم. روز روزگار خوش دوستان، و اینکه من فردا حتما یه فال احساسی براتون میذارم. خدا نگهدار.